سعدی میگوید عاشق کسی است که اگر در برابر معشوق به او تیر بزند مژه تکون ندهد. مژه بر هم نزنم گر بزنی تیر و سنانم. این از غزل‌های بلند سعدی است که عاشق کسی است که در برابر معشوق هر رنجی که میبرد اگر تیر به او بزنی، به چشمش بزنی، مژه‌اش تکون ندهد. مژه بر هم نزنم گر بزنی تیر و سنانم. حالا ببینید سعید ابن عبدالله چه کار کرده. ارشد ابن رسول الله، شما نماز بخونید، اونا که تیر از هر طرف میاد، ولی من اجازه بدید این افتخار مال من باشه که من جلو بیستم. خب این همه گرچه یه عده شهید شدن، یه عده هنوز هستن، چرا تو این افتخار را داشته باشی؟ این سعید ابن عبدالله جز اولین کسانی بود که برخاست گفت ممکن نیست دست از تو برداریم. این 1200 فرسخ یعنی تقریبا 8000 کیلومتر راه رفته تا کربلا را زنده کنه. 1200 فرسخ اون روز راه پرخطر، 8000 کیلومتر راه پر آشوب، کار سعید ابن عبدالله حنفی بود. اینا کربلا را احیا کردن. آخرین کسی که نامه از کوفه به مکه رسوند همین سعید ابن عبدالله حنفی بود که نامه رجال نامی کوفه را از کوفه به مکه برد. فاصله کوفه و مکه هم 300 فرسخ است. اون روز تمام بخشای وسیع راه ناامن. وقتی خدمت ابی عبدالله رسید این نامه رسوند، وجود مبارک ابی عبدالله این نامه را مطالعه کرد، وجود مبارک مسلم ابن عقیل را با یه نامه خاص همین سعید ابن عبدالله راهنمایی کرد، از مکه برگشتن به کوفه شده 600 فرسخ. این چنین نیست که آمدن تو راه اون راههای آب داشته باشه، راه رسمی باشه که مأمور بودن. راه‌های ناعم که مسلم ابن عقیل راه را گم کرده، اینا چون ناعم بود آب شدن، تشنه شدن، این شده 600 فرسخ. بار سوم جواب نامه را وجود مبارک مسلم ابن عقیل نوشت، به دست همین سعید ابن عبدالله حنفی داد که بیاره مکه خدمت ابی عبدالله، این شده 900 فرسخ. بار چهارم همراه ابی عبدالله از مکه تا کربلا یعنی کوفه تا این منطقه بیاد شده 1200 فرسخ. اینا کربلا رو زنده کردن. اشکاتی ابن رسول الله، من نمیگم کار کردم، ولی این جایزه رو به من بدی که من اینجا رو بیستم. 1200 فرسخ راه آمدم، یه جایزه به من بدید. خب همه نقل کرد، هیچ کس نقل نکرد که مژه بر هم زد، مژه بر هم نزنم گر بتنی تیر و سنانم. تیر از طرف راست می آمد می گرفت، از طرف چپ می گرفت. بعضی از آیون این تیرها رو شمردن، گفتن 12 چوبه تیر را گرفت تا نماز حضرت تمام بشه. یک تیر از کمانی برخاست، سید ابن عبدالله دید اگر غفلت کند ممکنه این تیر به پسر پیغمبر برسد. دستی نمونده بود، صورتش جلو آورد، این تیر رو با صورت گرفت. همین مقدار نفس برش مونده بود که نماز حضرت تمام شد. عرض کرد هل وفیت بعهدی یا ابن رسول الله؟ فرمود انت بین یدی امامی فی الجنه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.